زاده قسم میخورن والله هما سمتا، والله قسم عایشه و حفصه پیغمبر رو مسموم کرد. امام صادق الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته بعد فلا يرى وغرب فشهد النجوى تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم سید العرب و العجم، سید ولد آدم، الملقب بالخاتم، ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطاهرین على أئمة الهداة المهديين وحجج الله على الخلق أجمعين ولا سيما الإمام المنتظر والعدل المشتهر بقية الله في أرضه وسمائه الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. مهدی بیا که عالم بی تو صفا ندارم، مهدی بیا که عالم بی تو صفا ندارم، در کوی آشنایی کس آشنا ندارد. آقای من مهدی بیا که جنها تو به لب رسیده، نی بی تو در نیستان دیگر نوا ندارد. سیدی 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 ای یوسفی که
صاف گردید مشتریت. آقا کالای بهتر از تو گویی خدا ندارد، کالای بهتر از تو گویی خدا ندارد. مولای من محبوب دلها مظلومی علی هم پایان نمی پذیرد، با شهادت خاتم انبیا ظهور کرد مظلومیت امیر المؤمنین. طبق آنچه که بزرگان نقل کردن و مرحوم علامه امینی هم قائلن، همون روز شهادت پیغمبر در خونه امیر المؤمنین آتش زدن، همون روز شهادت پیغمبر بند غلاف شمشیر گردن امیر المؤمنین میاندازد. ای مظلومی علی هم پایان نمی پذیرد، این درد مهلک ما تو دوا ندارد، این درد مهلک ما بی تو دوا ندارد. چون خونه بی بی عرض می کنم یه بیتو، یا صاحب الزمان آقا جانم، زهرا شکست پهلو باشد به انتظارت، همه منتظرن آقا، حتی مادرت حضرت زهرا هم انتظار شما رو می کشد. ای زهرا شکست پهلو باشد به انتظارت. چرا بی بی منتظره؟ چون زخم سینه او بی تو دوا ندارد، بی تو دوا ندارد. حالا اگه دلت رفته در خونه ی حجت ابن الحسن، همه ی هوایج تو در نظر بیار و آقای عالم و صدا بزن. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان.
وبعد فقد قال عز وجل في محكم كتابه الكريم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا صفوة الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وأبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هدیه محضر مقدس آقا حضرت صاحب الامر و برای سلامتی و تعجیل در امر فرج حضرت و به عنوان عرض تسلیت به ساحت مقدسشون صلواتی بفرستید. و عجل فرج خداوند به برکت مولا امیر المؤمنین و به احترام خاتم الانبیا و به احترام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بر ما منت بگذارد و همه دعاهای ما را مستجاب فرماید. به همه بیماران از دوستان اهل بیت شفای عاجل و کامل کرامت فرماید. همه ما را از خواب غفلت بیدار کند. هدیه ارواح همه گذشتگان از علما، مراجع، شهدا، والدین خودتون، والدین من، مرحوم صاحب البیت، همه اونایی که بیش از ما و پیش از ما به آستان مقدس اهل بیت خدمت کردند، دستشون از دنیا کوتاه، همه رو بهرمند کنید و صلوات دوم و قراتر بفرستید. در شب‌های گذشته در خصوص فضائل و مناقب خاتم انبیا صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته مقدار مختصری صحبت کردیم و
یک شب در باب معراج پیغمبر، یک شب در خصوص رجعت رسول الله و یکی دو سه شب در باب آیات قرآن در خصوص پیغمبر صحبت کردیم. غالبا شنیده میشه که در رسانه ها، در عرض کنم که السنه خلق یا در نوشتجات، کتاب ها، روزنامه ها، جرائد، اعلامیه ها میبینیم که برای پیغمبر اکرم از کلمه رحلت استفاده کرد. قرآن مجید خودش معین کرده و روایات مشخص کردن بحث شهادت خاتم انبیا رو و دیگه هیچ جای شک و تردید در بحث شهادت پیغمبر برای احدی از امت پیغمبر نباید باقی باشه. قرآن مجید اولا مطلب رو این چنین مطرح کرده: آیا پیغمبر اکرم از دنیا رفتند به مرگ طبیعی؟ افا ان مات او قتل، کدوم یکی؟ شک و تردید مال ما هاست، نه مال خدای متعال. چرا خدای متعال مطلب رو به طور صریح و معین مطرح نکرده است؟ چرا تو قالب شک و ابهام خدا عنوان کرده؟ ظاهراً جواب اینه که خدا خواسته حس تحقیق در ما به وجود بیاد، ما بریم دنبال قصه که بالاخره پیغمبر مات او قتل، چرا پیغمبر اکرم از دنیا رفتن یا نه واقعاً به شهادت رسیدن. ما بیان ما از گذشته تاریخ بریم نگاه کنیم ببینیم در خود قرآن اولاً 4 آیه با بحث یقتلون الانبیا یا یقتلون النبیین آمده، که معلوم میشه بحث قتل برای انبیاء سلف هم بوده، مثل جناب زکریا، مثل حضرت یحیی، مثل عرض کنم خیلی از انبیایی رو که به علتها و واسطه های مختلف کشتن. در باب حضرت اسماعیل صادق الوعد سلام الله علیه که قرآن می فرماید وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا، این جناب اسماعیل صادق الوعد در احوالاتش ببینید که مردم باهاش چگونه رفتار کردند، که دفعه اول و دوم وقتی اومد سراغ مردم، مردم گفتن دست از سر ما بردار و الا بلای خاص به سرت میاریم. دفعه سوم که آمد سمت مردم، گرفتنش و خوابوندنش رو زمین و پوست صورتش رو زنده زنده کندن. این بلاها رو به سر انبیاء گذشته آوردن. و وقتی ما میگیم پیغمبر اکرم افضل و اشرف بر انبیاست، در همه مطالب افضله. امام حسین در همه چیز حرف اولو میزند، حتی تو قصه مصیبتش که مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، دیگه بالاتر از مصیبت سید الشهدا مصیبتی نیست. پیغمبر اکرم خاتم الانبیاست، پیغمبر اکرم افضل همه موجودات و اشرف همه ممکنات و مخلوقات، باید در قصه شهادت هم سهمی داشته باشن. حالا پس افا ان مات او قتل، آیا پیغمبر کشته شدند یا به مرگ طبیعی از دنیا رفتند؟ قرآن مجید برای انبیاء قبلی میگه بحث قتله، انبیاء رو کشتند، غالب انبیاء کشته شدند. پیغمبر اکرم هم باید از این خصوصیت بهره مند شده باشند که به واسطه دشمنان پیغمبر به شهادت رسیده است. پیغمبر مرگ طبیعی ندارد. بیایم سراغ روایات. در روایات در ذیل همین آیه، علامه بزرگوار مجلسی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که امام صادق قسم میخورن والله هما سمتا، والله قسم عایشه و حفصه پیغمبر رو مسموم کرد. امام صادق قسم والله میخورن.
اینم که میگن پیغمبر اکرم در جنگ خیبر مسموم شدن، این دروغ یا تقیه در تاریخ. چرا؟ برای اینکه آیون مراجعه کنید به تاریخ، ببینید که جنگ خیبر سال چندم از هجرت اتفاق افتاده و شهادت رسول خدا در چه سالی؟ جنگ خیبر در سال هفتم از هجرت اتفاق افتاده و خاتم انبیا آخر سال دهم و حدوداً اول سال یازدهم به شهادت رسیدن. یعنی بین جنگ خیبر تا شهادت خاتم انبیا حدود 3.5 سال یا نزدیک 4 سال فاصله است. و کدوم عقل سلیم قبول میکند یک کسی رو 4 سال قبل مسمومش کنن، اثر سم و زهر 4 سال بعد ظاهر بشه؟ اینو عقل سلیم باور نمیکنه. الا اینکه شهادت پیغمبر یه علت دیگه جدیدی داشته باشه که عرض میکنم امام صادق قسم میخورن والله هما سمتا، این دوتا عایشه و حفصه پیغمبر خاتم رو مسموم کردن. چرا؟ چون قصه زدیت این دو زن ملعون با پیغمبر اکرم خیلی معروفه. دلیلش آیه قرآنی که ان تظاهر علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین، که بعضی از مفسرین نقل میکنن در ذیل این آیه که عایشه و حفصه بلوا درست کردن برای پیغمبر، برای اذیت خاتم انبیا. اذیتشون هم به پیغمبر اکرم رو اصل حسادتشون بود. پیغمبر میدونیم همه زوجه های متعدد داشتن، بعد از حضرت خدیجه پیغمبر زنهای متعدد پیدا کردن، تا خدیجه بود پیغمبر ازدواجی نکردن، زنی نگرفتن. خدیجه از دنیا رفت، تعداد زنای پیغمبر رفت تا به مرز 8 رسیده بعد از خدیجه. بعضی از این ازدواج ها به تعبیر امروزی ها ازدواج سیاسیه و این قاعده هنوز تو عرب هست که اگر شما برید از یک قبیله عرب زنی بگیرید، به اعتبار اینکه شما داماد این قبیله شدید، از ایزا و اذیت مردم در امنیت هستی. پیغمبر اکرم از این قبائل، از تیم یا تیم و اودعی که عایشه و حفصه از این دو قبیله و گروه بودن، پیغمبر خاتم زن گرفتن تا از آزار و اذیت این دو گروه مسون و محفوظ باشه. یک، بعضی ها هم در قصه ازدواج حسب فرمایش قرآن آمدن و خودشون رو به پیغمبر اکرم هبه کردن، خودشون رو به خاتم انبیا بخشیدن و قرآن مجید فرموده است وقتی زنها میان خودشون رو به شما میبخشن قبول کن. وقتی افراد میومدن نفسشون رو به خاتم انبیا میبخشیدن، پیغمبر قبول میکردن. بعضی از زنها هم آمدن خودشون رو به پیغمبر بخشیدن. حالا بحث زوجات رسول الله سر جا خودش محفوظ. ان تظاهر علیه فان الله هو مولاه، این دو زن بلوا و فتنه درست کردن. قصه ای که تو تاریخ آقایان مفسرین هم نقل کردن از این قراره. یکی از زنای پیغمبر اکرم زینب بنت جحش یا جحشه، اختلافی که در تلفظ این کلمه هست، زینب بنت جحش یا زینب بنت جحش. این خانم زینب رو اصل علاقه وافری که به خاتم انبیا داشت خیلی متوجه خوراک پیغمبر می شود. من جمله عسل خاص برای پیغمبر اکرم می آورد و تو تنها حجره‌ای که خاتم انبیا عسل می خوردن حجره زینب بود. خبر عسل خوردن پیغمبر اکرم تو حجره زینب به گوش این دو ملعونه رسید، عایشه و حفصه. اینها با هم شورا کردن، عایشه و حفصه، یه کاری باید بکنیم که خاتم انبیا از خوردن عسل دست برداره. چه نقشه‌ای بکشیم؟ این دو ملعونه نشستند و فکرای کوتاه خودشون رو سر هم کردن. عقلشون به اینجا رسید، با هم گفتن که امشب نوبت
منه. عایشه گفت نوبت منه، پیغمبر وارد حجره من میشه. فردا شب حفص نوبت توه، پیغمبر به حجره تو میان. به محض ورود خاتم انبیا به حجره، ما به پیغمبر اکرم میگیم یا رسول الله سمق مقافیر خوردی. سمق لغتاً معنای شیره میده دیگه. یه درختی است در منطقه حجاز به نام عرفات، این درخت از شیره ای متصاعد میشه، خیلی بدبوست، چسبندگی فوق العاده زیادی داره. درختای کاج رو حضرات دیدید گاهی ازش یه شیره ای تراوش میکنه، چسبندگی بدی داره، تلخ هم هست، قابل خوردن هم نیست. شیره درخت عرفات که بهش میگفتن سمق مقافیر خیلی متعفن و بدبو بود، قابل خوراک هم نبود. این دوتا زن ملعونه با هم دیگه نقشه ریختن که پیغمبر تا وارد میشد میگیم یا رسول الله سمق مقافیر خوردی، پیغمبر انکار میکنن، میپرسیم که حجره زینب چی خوردی، و پیغمبر که دروغ نمیگد راست میگه، و ما اظهار ناراحتی میکنیم ببینیم چی میشه. شب اول شد و پیغمبر وارد حجره عایشه شدن. به محض ورود خاتم انبیا به حجره عایشه، عایشه گفت یا رسول الله سمق مقافیر خوردی؟ پیغمبر فرمود نه، چرا این حرفو میزنی؟ من که نه بدنم نه لباسم نه دهنم بوی بد میده، در حالی که من و شما معتقدیم خاتم الانبیا ذاتن خوشبو هم، ذاتن پیغمبر معطرن. گفتن من بدنم بوی بد نمیده، دهنم بوی بد نمیده. عایشه ملعونه گفت که یا رسول الله پس تو حجره زینب چی خوردی؟ پیغمبر فرمود رو اصل علاقه ای که به من داره برای من عسل تهیه کرده. بعد پیغمبر فرمود عایشه تو از عسل خوردن من تو حجره زینب ناراحتی؟ گفت بله. پیغمبر فرمود ناراحت نباش، برای اینکه این ناراحتی سفرش جمع بشه من به تو قول میدم تو حجره زینب دیگه عسل نخورم، منتها شرط اینه عایشه گوشه تو وا کن که تو این حرفو تو سینه خودت نگه داری به عنوان یه راز مکتوم و مخفی، به کسی نگید. مردم اگر بگن بفهمن که من عسل نمیخورم فکر میکنن من عسل خوردن رو حرام کردم، در حالی که عسل خوردن حرام نیست. امشب عایشه قول داد به پیغمبر اکرم که از این خبر و از این سر پرده بر ندارد. فردا شب نوبت حفصه ملعونه بود، پیغمبر وارد حجره حفصه شد. به محض ورود به حجره همون برنامه دیشب تکرار شد. حفصه هم گفت که یا رسول الله سمق مقافیر خوردی؟ پیغمبر فرمود حفصه ای چه حرفیه میزنی؟ من که نه دهنم نه لباسم نه بدنم بوی بد نمیده. گفت پس تو حجره زینب چی خوردی؟ معلوم آقا نقشه است یا نه؟ هر آدم عاقلی میفهمه دیگه، خاتم الانبیا که عقل کله، متوجه شدن که یه نقشه این دوتا کشیدن تو این قصه. پیغمبر فرمود نه، من اونجا عسل خوردم. تو ناراحتی؟ بله. پیغمبر به حفصه هم فرمود من به خاطر تو دیگه عسل نمیخورم، ولی این خبر عسل نخوردن من رو به گوش مردم نرسونید، این سر باشه پیش شما. حفصه ملعونه هم قول داد، پیغمبر اکرم امشب رو هم گذروندن، فردا ظهر رفتن مسجد. به محض ورود خاتم انبیا به مسجد، مشتری اولی اومد یا رسول الله یه سوال دارم بفرمایید. سوال چیه؟ یا رسول الله عسل خوردن حرومه؟ نه. پس شما گفتی من عسل نمیخورم. مشتری دومی اومد یا رسول الله از کی تال حکم خدا به این سرعت عوض شد؟ تا دیرو عسل خوردن حلال بود، حالا شد حرام. سومی یه حرف دیگه زد، چهارمی یه حرف دیگه زد. هر که از در وارد شد، امرو مسئله عسل بود، همه در باب بحث عسل. اونقدر مردم اومدن و گفتن و سوالهای متعدده و حرفای کذا و کذا که پیغمبر اکرم ناراحت شدن، و به خاطر همین ناراحتی پیغمبر مدینه رو ترک کردن، رفتن مشربه ام ابراهیم.
آقایونی که اخیراً و تو این سالای اخیر مشرف شدن مدینه، آخر خیابون باب العوالی که تابلوی خیابون شارع علی ابن ابی طالبه، ولی خلق الله بهش میگن باب العوالی. وسط این خیابون مشربه ام ابراهیمه، همینجاست که قبر مادر حضرت رضا سلام الله علیه هم هست. اینجا باقی بود مال ماریه قبطیه و پیغمبر رفتن در اونجا ساکن شدن. 2 ماه پیغمبر مدینه نیامد تا اینکه آیه اومد یا رسول الله اگه این دوتا بخوان علیه تو بلوا و شورش برا بیندازن، بهشون بگو که ما حامی تو هستیم، تو رو تنها نمیگذاریم. بگو به اینها که من سن الله هو مولا، اولین مولای من، اولین یاور و ناصر من خداست، دومی جبرئیل، سومی هم صالح مؤمنین. خدا مشخصه و جبرئیل هم معین، و صالح مؤمنین چیه؟ روایت داریم که صالح مؤمنین علی ابن ابی طالب. پس این دو زن ملعونه نقشه های سوء علیه پیغمبر اکرم می کشیدن. حالا قصه های متعدد تو تاریخ هست دیگه طلبتون، تا اونجا که حتی خود اهل سنت هم مثل عرض کنم فخر رازی در تفسیر کبیر در ذیل آیاتی که در مذمت زنان نوح و زن لوط هست میگه که این دوتا عرض کنم اشعار دارد به دو زن پیغمبر اکرم. قرآن چند تا زن رو مثال زده دیگه، و ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، دوتا زن رو به عنوان زن کافره مثل زده خدا، یکی زن حضرت نوح هست، یکی هم زن حضرت لوط. اینا با این که در تحت کفالت 2 عبد صالح خدا بودن ولی کافره از آب در اومدن. و جالب اینه که عرض میکنم فخر رازی در تفسیرش میگد اشاره دارد به اون دو زن ملعونه پیغمبر اکرم، اینا بودن که کافر از آب در اومدن. اینا خیلی اذیت به خاتم انبیا کردن، تو همین روزای آخر عمر خاتم الانبیا اینا بودن که اذیت به پیغمبر کردن، و اینا بودن نگذاشتن باباهای ملعونشون از مدینه خارج بشن، با اینکه پیغمبر اکرم فرمود ملعون ملعون من تخلف عن جیش الاسامه، ملعون است ملعون است اون کسی که از لشکر اسامه تخلف کنه. و پیغمبر معین کردن به اسم کیا تو این لشکر بره، و بعد که پیغمبر فرمود برادر منو بگید بیاد، پیغمبر واقعا مظلومه. هیچ شخصیتی در بین اهل البیت به قدر رسول اکرم مظلوم نیستن. باورتون میاد؟ مظلومیت امیرالمؤمنین رو منکر نیستیم و قبول داریم امیرالمؤمنین مظلومه، اما پیغمبر اکرم از امیرالمؤمنین هم مظلوم تر، از حضرت زهرا پیغمبر مظلوم تر. یه دلیلش همینا، ببینید در طول سال 1 شب و 1 روز به عنوان شب و روز شهادت پیغمبر اکرم، 10 به عنوان پیغمبر گرفته نمیشه، همش به عنوان ماه محرم و سفره یا عزاداری های دیگه. در همین شب و روز شهادت پیغمبر چون با شهادت امام مجتبی هم قرینه، غالبا اینقدر که روزه امام حسن خونده میشه و توسل به امام مجتبی پیدا میشه، خبری از توسل به خاتم انبیا نیست، در حالی که پیغمبر حقشون خیلی بزرگ. خدایا به برکت خاتم انبیا توفیق قدردانی از حق پیغمبر و شناخت حق رسول الله رو به همه ما عطا بفرما. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، گشت صاحب عذاب دخت خیر البشر،
در فراق پدر، در غم دو پسر. ابتا 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 گویم، یا حسن یا حسن یا رضا گویم، یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله. از نهاد علی خیزد این زمزمه، از نهاد علی خیزد این زمزمه. غربت آورد رو بر من و فاطمه، عزراییل آمده محضر خاتم انبیا. پیغمبر فرمود عزراییل، برو دیدن من آمدی یا برو قبض روح من؟ گفت یا رسول الله، اگه اجازه بدید آمده ام قبض روح شما کنم. فرمود صبر کن تا جبرئیل بیاد. جبرئیل آمده، پیغمبر فرمودن جبرئیل در این وقت حساس چرا منو تنها گذاشتی؟ گفت یا رسول الله، بشارتتون بدم درای بهشت و وان کردم، درای جهنم و بستم، بهشت و تزیین کردیم، انبیا همه صف کشیدن منتظرند روح مطهر شما به عالم قدس پرواز کنه. پیغمبر فرمود جبرئیل، خبری بم بده غم از دل من زائل بشه. یا رسول الله، غمتون برای چیست؟ پیغمبر فرمود تکلیف امت گناهکار من چه میشه؟ قربون شما برم یا رسول الله، تا آخرین لحظه غم امت میخورید، غصه امت میخورید. جبرئیل رفت و برگشت، آیه آورد ولسوف یعطی که رب و کفتر وایا. یا رسول الله، انقدر از گناهکاران رو به شما ببخشیم تا شما راضی و خوشنود بشید. پیغمبر فرمود حالا غم از دلم زائل شده. عزراییل، اگه میخوای شروع کنی شروع کن. عزراییل شروع کرد به قبض روح پیغمبر. روح رسید به سینه خاتم انبیا. فرمود یا علی، حسنینمو بگو بیا. حسنین اومدن خودشون رو انداختن رو سینه پیغمبر. پیغمبر اکرم آغوششون رو باز کردن، دستشون رو باز کردن، دست گردن حسن و حسین گردن. بچه ها رو به سینه چسبانیدن پیغمبر. امیرالمومنین میخوان بچه ها رو جدا کنن. پیغمبر فرمود یا علی، بگذار من بچه‌هامو ببینم، بچه‌ها هم منو ببینن.
من بوی بچه‌هام و استجمام کنم، بچه‌ها بوی من و استجمام کنم. بالاخره امیرالمؤمنین با ملاطفت بچه‌ها رو جدا کرده. قاعده همینه، بچه یتیم و از بدن پدر یا مادر با ملاطفت جدا میکنن. دلای کربلایی وقتی سکینه رو بدن باباش افتاده بود و گریه میکرد، اونقدر گریه کرده دوست و دشمن همه به حال سکینه گریه کردن. حتی نقل کردن اسبها کاسه سم به زمین کوبیدن، گفتن یکی بره این دختر رو جدا کنه. یه عده اومدن اونقدر با تازیانه. یه جمله هم به ثواب همه یه گذشتامون باشه. مرحوم شیخ نقل میکنن، سکینه مظلوم صدا میزد لشگر، اونقدر منو بزنی تا بغض دلتون خالی بشه. اما منو مهلتم بدید، من تو این بیابون یه برادر شیر خواهم. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.